در خدمت های بابک حمیدیان هستیم در بک استیج کنسرت های محمد معتقدی حمیدیان. خیلی خوش اومدیم. سلام به شما. ممنون از دعوتتون. در خدمتتون هستیم. خیلی لطفین. این روزها به وقت شام روی پرده دارین. تبریک میگم بهتون. زنده و شرفیت مصادره هم بود و خرگیوش هم بود، ولی به حال به وقت شام هم بود. من سه تا فیلم داشتم. به وقت شام حواشیش خیلی بیشتر، ولی دو تا فیلم مورد پسند مخاطبین بیشتری واقع شد. خودتون با کدوم یکی از این فیلم‌ها بیشتر؟ والا من با سینمای مستقل ارتباط عمیق‌تر و جدی‌تری دارم. در سال‌های پیش رو فرصت بازی در فیلم‌های مستقل بیشتری نصیب من شد. خرگوش خیلی ژانر متفاوتی از کارهای شما بود. چی شد وقتی فیلم‌ها رو خوندین کارو قبول کردین؟ خرگوش خب اصلا ثمره دوستی منه با کارگردان. اصلا از سال‌ها قبل شکل‌گیری فیلمنامه رو در جریانش بود. به هر حال خرگوش مستقل‌ترین فیلمی است که امسال کار کردم. و طبیعیه که با دوست دارم باز جهانهای مختلف رو تجربه بکنم. خرگیش از اونجا میاد، از خیلی قبل‌تر میاد. احساس قرابت جدی داشتم با فیلمنامه و کارگردان. آیا میدونم حواشی هفته گذشته به وقت شما قطعا دیدید و شنیدید؟ آیا با باره کسی که بازیگر نقش اول این فیلم هستید میپسندید این نوع تبلیغات رو و این نوع فضا سازی رسانه‌ای برای اینکه فیلممون بفروشه؟ نه، صادقانه نه، دوست نداشتم. خدایا تمی کنم گفتم من در جریان نبودم. آره من خیلی تو دنیای مجازی سرک نمی‌کشم. این چیزی رو که می‌فرمایید از طرف آقای حاتمی کیا رو در جریانش نبودم، ولی روز اولی هم که متوجه این رفتار یا این مدل پروپاگاندا و تبلیغات شدم خیلی دوست نداشتم. یعنی فکر کردم اگه منم به عنوان یک شهروند عادی در اون پاساژ ممکن بود با این مدل از تبلیغات برای یه فیلم مواجه بشم، شاید دوست نمی‌داشتم. آره کارهای آینده چه خبر قراره که همچنان داریم فیلمنامه میخونیم. یه ذره روند سینما روند مشکوکیه به نظرم. فراز و نشیب زیاد داره سینمای ایران. منتظریم ببینیم که اصولا جریان ورود پول به سینمای ایران بالاخره دست دو نفره، دست یه نفره، دست ده نفره. حرف بسیار مهم میزنی. آره معلومه حرف مهم. آره برای اینکه خب من الان نزدیک به 17 سال دارم کار حرفه‌ای سینما میکنم و تمام عوارض سینما و تمام خوشی‌های سینما و تمام نواقص سینما به من هم معطوف میشه. عضو کوچکی هستم ولی به هر حال دارم حرفه‌ای کار میکنم. در نتیجه واقعا هممون گیج ورود پولیم دیگه. ببینیم کارگردانای جوان پر از نگرانی هن برای فیلم هاشون، برای اینکه کسی بهشون اعتماد نمیکنه، برای اینکه پول توی سطوح پایین سینما نمیچرخه، دائم داره توی سطوح بالا و معمولا هم بی ثمر میچرخه به نظر من. و واقعا امیدوارم مدیران اگر میشنون، این اگر رو خیلی جدی میگم چون معمولا مدیران نمیشنون، من بارها امتحان کردیم هممون، امیدوارم بشنون و این جوانان پشت خط مانده و پشت صف مانده رو به اسنپ و تپسی و اینا سوق ندن دیگه. به لحاظ روانی این همه جوان توی این مملکت تو موقعیت‌های تحصیلی خودشون قرار نگرفتن. 90% دارن تو اسنپ کار میکنن و این اسفناک. اینجا یه سوالی پیش میاد، پس این فروش میلیاردی 15 میلیارد 16 میلیارد اینها به کجا داره میره؟ ان شاء الله برمیگرده، امید به خدا بود امیدواری برگرده. آره نمیدونم واقعا تو جیب کیا میره، ولی تو جیب اون کسانی که میره و احتمالاً خواب خوش میکنن شب، امیدوارم به هر حال این خواب خوششون رو برای بقیه هم آرزو بکنن. دو سه ساله که شما همه قویان میگن امسال سیمرغ رو باید مثلا بگیرید و نقش بسیار جذابی بازی کردید، ولی خبری نمیشه. شاید انتخاب های خودم انتخاب های درستی نبوده. حقیقتش اینه که من عاشق سینما، کاری به غیر از سینما بلد نیستم، به خصوص در حوزه بازیگری. البته کتاب خوندن رو هم بلدم. منتها این هست، ولی به نظرم میاد توی این یکی دو سال اخیر رفقایی که سیمرغ گرفتن همه به حق بوده و صادقانه میگم تو جاش هم به همشون تبریک گفتم و این رقابت سالمیه. به هر حال این دوستیامون دوستیای عمیق‌تر و جدی‌تریه تا اینکه بخوایم رقیب هم دیگه باشیم. بسیار عالی. بعد دو تا همکاری با حاتمی کیا، سه تا چه بادیگارد به وقت شما و چه آیا باز هم شاهد همکاری مجدد هستیم یا چون حواشی داره بیشتر میشه از اینکه فیلم دیده بشه یا میترسیم؟ من به عنوان بازیگر
از کار کردن با آقای حاتمی کیا لذت بردم. اگه این فرصت پیش بیاد باز هم به عنوان بازیگر ممکنه بتونم از کارگردانی آقای حاتمی کیا لذت. تبریک میگم خرگوش با استقبال خوبی مواجه شد از سمت مخاطبان از فیلم هایی که در انتظار اکرانه و مخاطبین دوست دارن شما روی پرده باز هم ببینن. بگید که کدوم فیلم هست؟ والا یه فیلمی الان اکرانه به اسم جشن دلتنگی از من که هنوز خودم ندیدم فیلم رو و فیلم دیگه ای هم آماده اکران دارم به اسم سر به زیر آب که این فیلم هایی هستش که در واقع قرار اکران بشن یا شدن در حال حاضر. آیا در کاری مثل خرگوش باز هم حضور خواهید داشت؟ آیا حمیدیان که گفتن دارم میخواد در سینمای مستقل کار کنم و شاید باز هم از این دست کار رو انجام بدم، شما چی؟ خرگوش به دو معنا، یکی مستقل بودنش که 100%، یعنی فکر میکنم اصلا من از سینمای مستقل کارم رو شروع کردم از فیلم عیار 14 و بنام علاقه من هستش، علاقه دارم نسبت بهش و ژانر کمدی و کمدی راستش رو بخواین اگر کمدیش خیلی کمدی آبکی نباشه، البته مثل خیلی از کمدی هایی که ساخته میشه نه، کمدی که کمدی موقعیت باشه، کمدی که حرف داشته باشه برای زدن، کمدی که دغدغه های اجتماعی توش وجود داشته باشه، آره خیلی لذت میبرم، دوست دارم. با همکاری مشترک با حمیدیان سعی میکنیم که هر کدوم انتخابای خودمون رو داشته باشیم، حالا اگر پیش بیاد در واقع پیشنهاد همزمانی به همون بشه که در واقع جفتمون اون نقش رو دوست داشته باشیم میریم، اگر نه نه، اصلا اصراری بر با هم بازی کردن به هیچ وجه نداریم. خیلی سپاسگزارم. خیلی ممنون. مرسی.